دوباره خوشم عزیزان در بخش سوم برنامه قرار داریم که در این بخش هم بر شما ویدیوی را آماده کردیم در رابطه به عضلات ناحیه ساق می باشه که به سه کمپارتمان تقسیم شده بود و فعلا هم با هم دیگر یک جا تماشا میکنیم. خب قسمی که در ویدیو میبینین کمپارتمان انتریور یا پیش روی ران البته ساق هست که برتان به معرفی گرفته و عضله را که میبینین در قسمت عبارت از عضله تیبیالیس انتریور می باشه یا عضله که در قسمت ناحیه تیبیا قرار داره و در قسمت پیشروش می باشه، چون استخوان تیبیا را می بینین که در این قسمت بغلش قرار داره و البته موقعیتش هم از لترال کاندایل یا کاندایل وحشی یا جانبی خود امی می باشه و تا دو سوم خود تیبیال شیت یا شیت تیبیا را ادامه پیدا میکنه و در قسمت می بینین که تا تندونش تا قسمت دو سوم شیت تیبیا ادامه پیدا کرده و در قسمت رسیده و همچنان عضلات دیگری که در این ناحیه قرار دارن شما هم میبینین به غیر از عضله انتریور تیبیالیس هست که عبارت از اکستنسور هالسیس لانگوس میباشد، در پهلوی عضله خود انتریور تیبیالیس قرار داره و این میبینین اکستنسور هالسیس لانگوس هست که البته عمیقتر قرار داره و شما هم یک بخش از عضله را اینجا تماشا میکنین و میبینین که در این ناحیه قرار داره و در تحت دو عضله قرار گرفته، یعنی نسبت به عضله انتریور تیبیالیس و همچنان عضله اکستنسور دیجیتورم لانگوس ای عمیق‌تر قرار گرفته و تندونش هم که آمده در قسمت پا و در این قسمت قرار داره، یک قسمت باریک از این عضله را شما میبینین و عضله بعدی را که میبینین به نام اکستنسور دیجیتورم لانگوس میباشه که خود ای عضله تندونش آمده به انگشتان و وصل شده، میبینین که تندونی عضله آمده به انگشتان پا وصل شده و قرار گرفته در این ناحیه و پس در ناحیه انتریور کمپارتمنت خود ساق ما عضلات را که داشتیم عبارت بود از عضلات انتریور تیبیالیست، اکستنسور دیجیتروم لانگوس و همچنان اکستنسور هالسیس لانگوس بود که سه عضله در ناحیه کمپارتمنت قدامی قرار داشت. خب اگر پا را دور بتیم و بیاییم در ناحیه کمپارتمنت جانبی یا لترال کمپارتمنت خود ساق بیاییم، عضلاتی که در این ناحیه قرار دارن عبارت از فیبولاریس لانگوس می باشه که خود به خاطر که نزدیک فیبولا می باشه و دراز می باشه به نام فیبولاریس لانگوس یاد شده و این خودش تندون دراز داره و موقعیتش هم میبینین که از قسمت بالا تندون شروع شده و آمده تا به قسمت خود میدیال مالیولوس خود پاره میبینین که ادامه پیدا کرده و حتی در قسمت خود پا نزدیک انگشتان هم یک قسمت از تندونش رفته و قرار گرفته و عملش هم که هست فلکشن می باشه و همچنان ایورژن خود پا می باشه، یعنی دور دادن خود پا، چرخش پا و همچنان خود فلکشن یا وقتی که ما پا را به طرف داخل به طرف کف پا می بریم در ناحیه عملش قرار داره. خب عضله بعدی را که می بینین به نام فیبولاریس برویس مسل یاد میشه که در این قسمت قرار داره، البته عمیق‌تر قرار داره، عمیق‌تر از عضله فیبولاریس لانگوس قرار داره که فایبرهایش دیده میشه در این ناحیه و نگفته نمانه خود تصیب خود فیبولاریس لانگوس هم توسط سوپرفیشیال فیبولار نرف یا توسط اعصاب سطحی فیبولا تصیب میشه و عضله بعدی که در عمیق‌تر از او قرار داره به نام فیبولاریس برویس یاد میشه که برویس کوتاره میگه، فیبولاریس هم مربوط به ناحیه فیبولا میشه و این هم عملش پلانتر فلکشن می باشه که قرار داره. و در پشت سر یا کمپارتمان خلفی ساق که بیایم دو عضله، البته یک عضله هست که دو تا سر داره قرار داره در این ناحیه و نام گاستروکینیموس مسل یاد میشه که خود گاستروکینیموس مسل ها که هستن ای خودش در پشت قرار داره، موقعیتش هم در قسمت انسی و وحشی کاندایل فیمور می باشه که تا تندون میبینین که تندونش ادامه پیدا میکنه توسط کلکانیال تندون آمده به قسمت استخوان کالکانیوس وصل شده در ناحیه کوریپا و امی عضلات در به اصطلاح عام به نام عضلات دلک که میگن دلک پا و این به نام در اصل عضلات گاستروکینیموس هست که دو تا سر داره، یک سر دراز و یک سر کوتاه داشته باشه و در ناحیه کمپارتمنت خلفی ران از جمله عضلات بخش سطحی خود کمپارتمنت خلفی ران میباشه، البته به بخش رانی ساق که قرار داره
من دو بار ران گفتم و وقتی که او را برداریم در تحت از او عضله ای که دیده میشه، البته عملش هم پلانتر فلکشن میباشه از او و تصیبش هم توسط عصب تیبیا هست و در عمق ای عضله سولیوس مسل قرار داره یا عضله سولیوس هست که ای از بالای تیبیال و البته تیبیال و فیبولا میایه و مثل خود دو عضله خلفی موقعیتش هست که از طریق کالکانیال تندون به کالکانوس وصل میشه و در تحت خود گستروکینیموس مسل ها قرار داره و در عمق خود عضله سولیال که هست باز البته عملش هم مثل گستروکینیموس میباشه، البته در عمق از او که قرار داره عضله پاپلیتیوس می باشه که عضله پاپلیتیوس از نامش معلوم است که در تقریبا تحت مفصل زانو قرار داره در پشت سر و به نام پوبلیتیوس یاد میشه و یک عضله دیگه که به نام فلکسور هالوسوس لانگوس البته ای عضله پوبلیتیوس مسل هست که ببینید دو قسمت قرار داره و عضله از قسمت بالا شروع شده تا قسمت که دور خورده البته قرار داره و عضله بعدی به نام فلکسور هالوسوس لانگوس هست که میبینید در این ناحیه قرار داره در ناحیه کمپارتمنت خلفی ران یا البته ساق پشت سرش البته که باز در عمق البته گروپ عمیق از عضلات هست که در این ناحیه قرار دارن و عضلاتی که در ناحیه کمپارتمنت خلفی ران در پشت سرش بود عمیق و سطحی و همچنان عضلاتی که در کمپارتمنت جانبی و همچنان کمپارتمنت قدامی بود شناختین و امید است که برنامه هم مورد پسند شما از آن واقع شده باشه و اگر کدام پیشنهاد انتقاد و یا سوال هست ما همیشه در خدمت هستیم و ما هم همیشه کوشش بر این داریم که برنامه هم مورد پسند شما از آن بسازیم و تلاش ما هم بر این است که بهترین ها را تقدیم حضور شما از آن کنیم و شما از آن که نمیتونید برنامه را در تایمی که به نشر میرسه ببینید میتونید که از طریق سایت های اجتماعی همچون یوتیوب تلویزیون تیبی چراغ دنبال کنین و همیشه از ساختمان و اعضا ارگان های بدنتان آگاهی حاصل کنین و از نعمات خداوند که بر ما داده شکرگزار باشیم. خب تا دیدار بعد و برنامه بعدی شما رو بلای یکتا می سپارم. اوقات بخیر داشته باشید.